Honorable John A. Boehner of the State of Ohio, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 114th Congress. جان بینر سه‌شنبه به رغم چالش از سوی همحزبی‌های محافظه‌کار تی پارتی که او را متهم به انتباق زیاد با دموکرات‌ها می‌کنند، به آسانی برای دور سوم به ریاست مجلس نمایندگان انتخاب شد. Webster. Do you solemnly swear that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic? در بخش دیگری از کنگره، جو بایدن، معاون آقای اوباما، مراسم سوگند سناتورهای تازه منتخب و شامل جمهوری خواهانی که اکثریت سنا را برای حزبشان به ارمغان آوردند، به جای آورد. میچ مکانل رهبر اکثریت جدید سناست. ما به عظمت کاری که پیش روی ماست آگاهیم و می‌دانیم کارهای بسیار سخت و همچنین فرصت‌های مهم بسیاری انتظار ما را می‌کشد. من واقعاً نسبت به آنچه می‌توانیم انجام بدهیم خوشبینم. این خوشبینی هنگامی که سنا طرح انتقال خط نفتی کانادا به ایالت‌های جنوب آمریکا را مطرح می‌کند، به آزمایش گذاشته می‌شود. سه‌شنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت پرزیدنت اوباما این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. خاطرتان هست طی کنگره پیشین در بیانیه ما در مورد موضع دولت گفته شد پرزیدنت این لایحه را اگر از تصویب کنگره گذشته بود وتو می‌کرد و من می‌توانم برای شما تایید کنم پرزیدنت این لایحه را اگر از تصویب این کنگره بگذرد امضا نخواهد کرد. ولی این هشدار موجب بازداری حامیان آن مانند سناتور جمهوری خواه جان هوون نمی شود. با همکاری آمریکا و کانادا ما می توانیم بیش از مصرف انرژی تولید کنیم که به خانواده ها و کسب و کار کمک و اقتصاد ما را رقابتی تر می کند و این فشار واقعی روی کشورهای مانند روسیه و ایران می گذارد. طرفداران حفظ محیط زیست یک حوزه مهم انتخاباتی در حزب دموکرات با این خط نفتی مخالفند. این شکاف و طرفداری که در روز نخست کنگره به نمایش درآمد برای ویلیام هاول تحلیلگر سیاسی تعجب‌آور نیست. به نظر من ما شاهد ادامه این شکاف ها خواهیم بود. آنچه قبلا نقطه توقف منحصرا در مجلس نمایندگان بود، اکنون در هر دو شاخه کنگره و در مورد بخش گسترده‌ای از ابتکار عمل‌های سیاسی که اوباما و دموکرات‌ها مایل به تصویبشان هستند نیز وجود خواهد داشت. طی 4 سال گذشته رهبری کنگره میان جمهوری خواهان و دموکرات ها تقسیم شده بود. اکنون شکاف سیاسی میان کاخ سفید و کنگره است. باراک اوباما از رهبران ارشد کنگره از هر دو حزب دعوت کرد سه‌شنبه آینده با وی در کاخ سفید ملاقات کنند. وی از این ملاقات برای گفتگو در مورد اولویت های قانونگذاری و اقدامات اجرایی استفاده می کند که وی قصد دارد این هفته در دیدار از چند ایالت آمریکا آنها را اعلام کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.